کارتون در ادامه بحث اجاره مسکن در مورد مسکن‌های دیگه ای که توی کشور فرانسه هستن برای اینکه دانشجوها اونها رو کرایه بکنن توضیح بدن و یه سری نکات رو هم براتون توضیح بدن به علاوه اونها. خب دفعه پیش در مورد استودیو صحبت کردیم. استودیو گفتیم که یک فضایی هستش که توش آشپزخونه باز وجود داره و یک حموم و توالت توی یه بخش یه اتاق جداگانه قرار دارن و در مورد کیچنت صحبت کردیم که چی هستش. کیچنت همون آشپزخونه هستش و در مورد اینجور مسائل صحبت کردیم که توی اون استودیو معمولا چه چیزهایی هستش. حالا مبله بودن یا مبله نبودن استودیو بستگی داره به اون جایی که دارید اجارش میکنید. گاه هم مبله هستن گاه هم مبله نیستن. معمولا رزیدانس اتودیانت ها استودیوهاشون مبله هستش. رزیدانس اتودیانت چی هستش؟ رزیدانس اتودیانت یک آپارتمان یک ساختمون هستش که میاد و حالا اون اتاقهاش و خونهاش رو فقط و فقط به دانشجوها میاد و کرایه میده و نه به کس دیگه ای. حالا این رزیدانس اتودیانت ممکن استش که مستقل باشه، ممکن استش که دولتی باشه. اگر دولتی باشه میره توی بخش خوابگاه، میشه خوابگاه که خوابگاه قیمتش خیلی پایین تر هستش نسبت به اونهایی که مستقل هستن و این خوابگاه ها رو معمولا به برای بچه های خارجی، برای بچه هایی که اروپایی نیستن، به دانشجوهای مقطع دکترا و بعضا ارشد کرایه داده میشه و به بچه های دوره لیسانس و دوره زبان معمولا این خوابگاه ها تعلق داده نمیشه. حالا بریم سراغ اینکه این رزیدانس های مستقل چه شکلی کار میکنن و چه چیزهایی توشون دارید. رزیدانس های مستقل به این شکل هستن که خب کرایش رو 100% از کرایه خوابگاه های دولتی که یه ساختمون هستش، دقیقا مثل همین ساختمون مثلا رزیدانس اتودیانت مستقل، اون و این هر دوتاشون دوتا ساختمون هستن و هر دوتاشون اتاق های مختلف دارن، اتاق دارن که اتاق ها رو کرایه میدن. اما کرایه رزیدانس اتودیانت مستقل از خوابگاه دولتی خب قطعا یک مقدار بیشتر هستش. توی این رزیدانس اتودیانت ها یه سری خونه ها هستن به اسم استودیو براتون توضیح دادم. حالا به جز استودیو یه سری خونه های دیگه هم هستن که بهشون گفته میشن T1, T1, T2 یعنی T1, T2, T3 که ت کلمهش حرف ت اول کلمه تیپ هستش. تیپ 1، تیپ 2، تیپ 3 یعنی تیپ 1، تیپ 2، تیپ 3 که براتون توضیح میدم که این تیپ یعنی چی. وقتی که میگن T1, T2, T3 به این شکل هستش که وقتی میگن یه خونه T1 هستش یعنی اینکه این خونه یه فضایی هستش، یه فضا هستش و حموم و دستشویی توی یه فضای جداگانه هستش و آشپزخونه‌اش هم توی یک فضای جداگانه هستش. یعنی مثلا فرض بکنید که اگر استودیو به این شکل بود که آشپزخونه‌اش باز بود توی یک فضا، یعنی حالش و اون فضای اصلی و فضای آشپزخونه با هم که یک جا بودن، توی T1 فضای آشپزخونه جدا هستش از فضای اصلی. وقتی میخوایم T2 رو بیایم و تعریف بکنیم به این شکل هستش که شما همین فضای اصلی رو در نظر بگیرید، حموم و توالت توی اتاق جداگانه، آشپزخونه توی اتاق جداگانه و به علاوه همه اینا یک اتاق دیگه هم توی اون خونه وجود داره و T3 دوباره همه اینها رو در نظر بگیرید و دو تا اتاق توی اون خونه وجود داره. یعنی دو تا خونه وجود داره توی T3، یک فضا وجود داره و یک آشپزخونه جداگانه، یک حموم و توالت جداگانه وجود داره. حالا در مورد
ته یک ته دو اینجور مسائل باز همیشه توضیح میدیم، اما توی رزیدانس ها اینجور گزینه ها برای شما وجود دارن که بیاید و انتخابشون بکنید. و میخوام در مورد خدماتی که توی ساختمان رزیدانس معمولا برای شما در اختیار شما قرار داده میشه توضیح بدم. مثلا توی رزیدانس اتودیانت مستقل، البته تو خوابگاه هم همین شکل هست، شما یه اتاقی دارید برای به عنوان اتاقی که شما میتونید لباس خودتون و ماشین لباسشویی هستش، مثلا 5 تا 6 تا یا حالا تعداد بیشتر، و خوشکن هم هستش، ماشین خوشکن، و شما میتونید لباساتون رو اونجا بندازید توی ماشین لباسشویی و مجبور نیستید به خاطر حالا شستن لباساتون پاشید برید یه توی از این اتاقهای از این فضاها توی خیابون یا توی مثلا یه کوچه این برترتون اون برترتون. و از طرف دیگه این رزیدانس، یعنی تمام ساختمون های دانشجویی، حالا چه خوابگاه باشن چه رزیدانس اتودیانت مستقل باشن، همه اینها یک فضایی هم دارن به عنوان فضایی که شما میتونید توش مطالعه انجام بدید، یعنی اتاق مطالعه هم براتون دارن و معمولا گاراژ هم دارن برای اینکه ماشینتون رو پارک بکنید، یا حالا اگر دوچرخه دارید دوچرختون رو پارک بکنید و اینجور مسئله. و معمولا اینجور ساختمون ها خیلی از لحاظ ایمنی، یعنی میخوام بگم که مثلا همه جا دوربین قرار داره و وقتی که شما میخواید وارد بشید حتما یا از یک حالت یه چیزی هست بهش میگم بج، یه چیزی هستش که میزنید روی یه تیکه ای از در و در رو براتون باز میکنه این بج، یا اینکه درتون در اون رزیدانستون رمز داره و رمزش رو میزنید و در رو باز میکنید. و از این لحاظ ها هم خیلی خب ایمن هستن، معمولا تمام ساختمون ها ایمن هستن، ولی رزیدانس اتودیانت ها هم خیلی خب به خاطر اینکه برای دانشجوها هستن خیلی خیلی حواسشون هست و مراقبت میکنن. این هم در مورد خوابگاه، در مورد رزیدانس اتودیانت ها. موضوعی که وجود داره این هستش که شما میتونید یه استودیو رو هم توی یه رزیدانس اتودیانت بیاید و کرایه بکنید، هم میتونید یه استودیو توی یه آپارتمان توی یه رزیدانس دیگه بیاید و کرایش بکنید که اصلا برای دانشجو نیست، یعنی برای هر کسی، یعنی میتونید توش یه خانواده پیدا بکنید با 4 تا بچه و میتونید هم اونجا کرایش بکنید همینجا کرایش بکنید. و این رو بدونید که وقتی مثلا میگم رزیدانس، به تمام ساختمون ها گفته میشه رزیدانس. و مثلا ایران هستش که توی ایران شما یه سری ساختمون داریم، مثلا میگین ساختمان ارکیده، اسمش مثلا ارکیده است. اینجا هم همین شکلیه، مثلا یه رزیدانسی هستش اسمش رزیدانس اتودیان سان ژروم هستش، اسمش سان ژروم هستش، یا یه رزیدانسی هستش دانشجویی نیستش و اسمش مثلا مونتروس هستش، رزیدانس مونتروس، و این اسمش هستش مونتروس. تمام ساختمون هایی که توشون حالا مسکونی هستن معمولا میشه رزیدانس. حالا شما هم میتونید این کار بکنید، یعنی توی یه دونه رزیدانس اتودیانت بیاین یه اتاق اجاره بکنید، هم میتونید توی یه رزیدانس حالا عادی معمولی بیاین و اتاق کرایه بکنید. توی این رزیدانس های اینطوری عمومی وقتی که میخواید خونه یه اتاق یا یه مثلا استودیو یا یک ته یک یا یک ته دو بیاید و کرایه بکنید، معمولا یا شما این آگهی رو میبینید و جلب توجه میکنه براتون، چون که نوشته که مثلا من فقط این آپارتمان رو، این اتاق رو، این آپارتمان رو فقط به میام و به دانشجو کرایه میدم، یا اینکه ممکن استش که شرایط جالبی داشته باشه که شما از این آگهی خوشتون بیاد. به خاطر اینکه معمولا وقتی که شما میخواید استودیو توی آپارتمانی که دانشجو نیستش و بیاید کرایه بکنید، یک مقدار شرایطش ممکن استش سخت‌تر باشه، سختگیرانه‌تر باشه، مثلا چه می‌دونم برای گارانتش بخوام بیشتر اذیتتون بکنن، یا برای کوسیون مبلغ بیشتری رو می‌خوان ازتون بگیرن. و این رو یادتون باشه که وقتی که یه جایی ساختمون دانشجویی هستش، یعنی مثلا رزیدنس اتودیانت هستش،
این اومده سازگار شده با شرایط دانشجوها و مثلا شاید شما برای اونجا برای رزیدنس استودیونت کافی باشه که اون کارت دانشجویتون رو بدید و همین کافی باشه برای اینکه شما ثابت بکنید دانشجو هستید و همین برای اینکه اونها شما رو قبول بکنن و بهتون خونه کرایه بدن کافی باشه. ولی شاید شما بخواید یه استودیو توی آپارتمان کرایه بکنید، بهتون بگن که خب دانشجو هستید، منبع مالیتون رو به من بدید، باید حتما شاغل باشید، قرارداد داشته باشید، فلان 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 و ازتون شرایط سختتری رو بخوام، بیشتری رو بخوام. و خاطر همین اگر بحث ترجیح باشه به طور کلی میگیم که رزیدنس اتودیانت بهتر هستش که توش یه اتاق یا یک استودیو یا هر چیز دیگه کرایه بکنید تا اینکه یه همچین چیز رو توی یک آپارتمانی که آپارتمان اینطوری حالت عمومی تر داره بیاید کرایه بکنید. یه مشکل دیگه ای که اینجور آپارتمان ها دارن این هستش که خب چون برای دانشجوها نیستن، اما اقسام مدل آدم ها توشون زندگی میکنن. ممکن هستش که یک نفر باشه که سالمند باشه توش زندگی بکنه و مثلا آخر هفته ها بچه‌هاش بیان به سر بزنن، جشن میگیرن، مهمونی بگیرن، یا اینکه مثلا یه طبقه ایش مثلا یه خانواده زندگی بکنن با چند تا بچه، اینا همش سر صدا بکنن، بازی بکنن توی خونه و اینا میتونن اذیت کننده باشن. قطعا این سر صدا و اونجور چیزا ممکن استش که توی رزیدنس اتودیانت هم باشه، اما به این شکل، به اون یکی شکل که توی آپارتمان های عمومی شما ممکن استش باشون مواجه بشین به اون شکل نخواهد بود. خب حالا یه نکته رو میخوام براتون بگم، ولی بیشتر وقتی که رفتیم توی قسمت آخر باز میشه این قضیه و شاید الان کامل نتونیم توجیهش بکنیم، ولی موضوع در مورد این هستش که مدارکتون رو میخواید وقتی بفرستید چه شکلی بفرستید. مثلا وقتی که ازتون برای بستن قرارداد مدرک میخوام. ببینید وقتی که شما میخواید رزیدنس استودیانت کرایه بکنید، معمولا توی سایت میبینید، توی مثلا اینترنت میاد میزنید رزیدنس استودیانت، بعدش اسم شهرتون رو میزنید، مثلا پاریس رو میزنید، میبینید رزیدنس استودیانت پاریس، و این رو که نوشتید براتون یه عالم رزیدنس های مختلف رو میاره، میره توی سایت هاشون و قسمت و توی یه بخش از اون سایت ها معمولا بخش رزرو هستش که شما میرید و رزرو میکنید اون حالا خونه رو، یا اینکه مثلا یه بخشی هستش که میگه راندوو، یعنی اینکه بیاید و قرار ملاقات بگیرید برای اینکه برید و اون خونه رو ویزیت بکنید ببینید چه شکلی هستش. و الان به خاطر کرونا خیلی از ویزیت ها هم به شکل تماس تصویری انجام میشن، هم به شکل حال حضوری انجام میشن، یعنی شخص میتونه انتخاب بکنه و کلی از اینجور چیزا توی سایت هست و شما اونجا میفهمید که خب این سایت معتبر هستش و میزنید و آدرسشون هستش توی اینترنت، هستش روی نقشه آدرسشون هستش و همچین رزیدنسی وجود داره. ولی وقتی آگهی یک شخص رو میبینید و حالا بهتون میگم کجا براتون توضیح میدم توی قسمت آخر، توی اینجور مواقع شاید شخص مثلا باش ارتباط برقرار میکنید از طریق مثلا واتساپ یا از طریق حالا پیامک یا از طریق ایمیل و این شخص از شما به شما بگی که برای من مدارکتون رو بفرستید یا اطلاعات اضافه از شما بخواد، در این صورت شما باید یک مقدار احتیاط بکنید، چون که بعضی وقتها نه خیلی خیلی زیاد ولی گاهن اتفاق میفته که خب سر این اجاره مسکن کلاهبرداری های انجام بشه، یا مثلا گاهن هستش که یک فردی میاد بهتون میگه که مثلا شما دارید یه خونه ای از یک نفر میخواید اجاره بکنید، باش صحبت میکنید یا اصلا برای کار باش تماس میگیرید و شخص ازتون میخواد که براش یه پولی رو بیاید جا به جا بکنید یا مثلا یه پولی رو بزنه به حساب شما که شما بزنید برای کسی دیگه، میگه که مثلا من اینجا نیستم. اینجور موارد ممکنه پیش بیاد، یعنی دور از ذهن نیستش اینکه مثلا این هرگز اتفاق نمیفته، ممکن اتفاق بیفته، ولی شما باید از اینجور توی اینجور چیزا خیلی احتیاط بکنید و توجه به اینکه خب
فرانسه با ایران خیلی فرق میکنه قوانینش. اگر یک پولی میاد به حساب شما از پول از حساب شما خارج میشه، چرا خارج میشه، چرا وارد میشه، اینا همشون در نظر گرفته میشه اینجا. و ممکن استش که یک نفر برای شما یک پولی بفرسته توی حسابتون که اون پول حالا غیر قانونی بوده باشه یا هر چیزی، و اون فرد میخواسته اون پول رو بیاد و انتقال بده و اون موقع شما دستگیر میشید یا مشکل براتون پیش میاد. ممکن استش که مثلا آدما یه همچین درخواست هایی از شما بکنن یا به شما بگن که مدارکتون رو برای ما بفرستید که ما اونا رو بررسی بکنیم. لازم نیستش که مدارکتون رو بفرستید. وقتی که یک نفر از شما به شما میگه که به شما به یک نفر پیام میدید میخواد بگید که بله من مثلا انتقسته هستم، یعنی برام جالب هستش خونه شما، میخوام برای ویزیت بیام، چی توضیح میدید؟ میگید که مثلا من دانشجو هستم، سنم این هستش، تو فلان دانشگاه دانشجو هستم، نمیدونم. لازم نیست بگید ایرانی هستید یا ملیت خارجی هستید. میتونید بگید مثلا من 3 ساله دارم تو فرانسه زندگی میکنم، یا مثلا هر مدت زمانی که دارید زندگی میکنید. و بعد میتونید بنویسید که اگر شاغل هستید قرارداد دارید، بنویسید که مثلا فلان قرارداد رو دارم، اگر گارانت دارید بنویسید گارانت دارم. ببینید اینجور مسائلی که بهشون مربوط هستش، هیچ چیز اضافه بر سازمانی نباید برشون توضیح بدید. و اگر همچین چیزی ازتون خواستن حواستون رو جمع بکنید که یعنی احتیاط بکنید تو اینجور موارد. البته این موارد خیلی خیلی اینطوری خیلی زیاد پیش نمیان، ولی ممکن استش که مثلا از بین 1000 نفر 2000 نفر به یه نفر پیش بیاد. و ما این رو باز میگیم به خاطر اینکه شما احتیاط بکنید توی اینجور مواقع. خب مثلا تو ایران وقتی که میخواییم یه خونه رو اجاره بکنیم، میریم بنگاه و بهش میگیم که بیایم به ما یه سری خونه نشون بدیم، میریم و خونه ها رو بهمون نشون میدن و بعدش میان یه مبلغایی رو بهمون میدن، پول رو جابجا میکنیم و خونه رو میگیریم و هیچ مشکلی نیست. ولی خب اینجا یکم متفاوت هستش. گاهن با یک شخص برخورد میکنید، گاهن با یه سیستمی، با مثلا مسئول یک جایی میای برخورد میکنید. و کلن یه مقدار جو قوانین و مسائل متفاوت هستن، بهتر هستش که هیچ کاری که به اون اجاره مسکن شما ارتباطی نداره توش وارد نشید و انجام ندینش. توی این رزیدانس اتودیانت ها که در موردشون توضیح دادم، شما هم میتونید به شکل کلوکاسیون زندگی کنید. یعنی یه سری رزیدانس ها هستن که مثلا یه اتاق یک واحد مثلا چند تا اتاق داره، 6 تا اتاق داره، ولی این هم رزیدانس اتودیانت هستش و اون واحدش رو میاد به شکل کلوکاسیون به شما کرایه میده، دیگه استودیو نیستش، یه کلوکاسیون هستش. کلوکاسیون رو این شکلی هم میتونید بگیرید، یعنی کلوکاسیون ها میتونن زیر مجموعه رزیدانس استودیون تا هم بشن و میتونید اونجا رو هم کرایه بکنید. معمولا به این شکلی هستش که شما توی یه خونه یه اتاق دارید و توی اون اتاق حالا یا همون دستشویی دارید یا هم دستشویی مشترک دارید یا جداگانه دارید، یا و معمولا این شکلی هستش که آشپزخونه رو با هم دیگه همه با هم استفاده میکنید و مثل رزیدانس اتودیانت هستش ولی اشتراکی دیگه. تو کلوکاسیون های توی رزیدانس اتودیانت ها مثل مثلا استودیو هستش ولی اشتراکی. و بعد از اون میخوام در مورد این صحبت بکنم که شما اگر بخواید یک استودیو یا یک T1 یا یک T2 یا یک T3 کرایه بکنید، 100% احتیاج به ضامن و گارانت خواهید داشت. این گارانت ممکن استش که حالا پولی باشه، بدون پول باشه، یا شخص فیزیکی باشه، که باز بستگی به اونجایی داره که دارید کرایه میکنید. در مورد قیمت حالا این استودیوها، رزیدانس ها و کلا در مورد همین ها، در مورد قیمت ها الان نمیخوام صحبت بکنم خیلی، به خاطر اینکه ما نمیتونیم یه رقم کلی در مورد قیمت مسکن توی فرانسه ارائه بدیم، چون که هر شهر و هر منطقه متفاوت هستش. توی قسمت آخر وقتی که میرید و حالا چند تا مثال با هم دیگه بررسی میکنیم، شهرهای مختلف، شهرهایی که خیلی خیلی
بیشتر بچه ها میرن و توی اونها خونه کرایه میکنن، در مورد اونها صحبت میکنیم، اونها رو با هم دیگه بررسی میکنیم تا ببینیم که قیمت ها، رنج قیمت ها توی این خونه ها، توی این مثلا نوع خونه ها مثلا بستگی داره به اینکه کلوکاسیون باشه، استودیو باشه، یا مثلا ابرژه باشه، فامیل دکوی باشه، یا مثلا کنت خو سرویس باشه، چه شکلی باشه و توی چه منطقه از اون شهر، توی چه ناحیه از اون شهر قرار داشته باشه، شرطش چی باشه، چه مبلغی رو از شما میخوان بگیرن. خب نوع دیگه از خونه ها که شما میتونید کرایه‌شون بکنید اسمشون بیز تئن یا تئن بیز هستش. این به این معنی هستش که شما یه آپارتمان دارید که همون تیپ تئنه، یعنی T1 هستش، که چه شکلیه؟ یعنی اینکه یه فضای، یک فضا هستش، آشپزخونه جداگانه داره و هم توالت جداگانه هم داره، و این بیز که میاد در واقع بیز داره یه ورژن یه مقدار بهتر شده یه تئن رو به شما ارائه میده، که اتفاقی که میفته اینه که یه فضای نیمه جدا شده ای توی اون T1 به شما میده، نه اینکه مثلا یه اتاق جداگانه بده، البته ممکنه که اون اتاق جداگانه هم باشه ولی اتاق نیست، معمولا یه فضایی هستش که نیمه جدا شده هستش، مثلا با یه دیوار نصفه یا هر چی، که میتونید ازش به عنوان حالا اتاق مطالعه و اینجور چیزها استفاده بکنید، که توی قسمت آخر توی آگهی ها خیلی بیشتر با این موضوع قرار هستش آشنا بشید. موارد دیگه ای که شما میتونید اجاره بکنید، خونه هایی که دیگه ای که هستن، مثلا خونه هایی هستن که بهشون میگن دوپلکس یا تریپلکس یا سوپلکس، که مثل همون توی ایران هم ما اسمشون شنیدیم که مثلا خونه دوپلکس یا سوپلکس. خب معنی اینها چی هستش؟ معنیش این هستش اگه یه خونه دوپلکس باشه، به این شکل هستش که خونه دو طبقه هستش و با یه پله داخلی، طبقه اول شما میبینید طبقه دوم. اگه این تریپلکس باشه، یعنی که سه طبقه هستش و پله داخلی باز هم داره، و اگر سوپلکس باشه یعنی یه آپارتمان هستش که طبقه همکف داره، یه طبقه توی طبقه همکف هستش و این یه زیرزمین داره، و این زیرزمین این خونه شما میتونید توش مثلا زندگی بکنید، یه زیرزمین خوبی داره، به در بخوری داره، و حالا ممکنه پله داخلی هم بخوره بره مثلا یه طبقه بالاتر. و این خونه های گنا گفتم، این سه تا موردی که گفتم، اینا معمولا شما اینو تنهایی اجاره کرایه نمی‌کنید، البته ممکن هستش که بکنید اگر بتونید هزینه‌اش رو پرداخت کنید، اما معمولا به این شکل هستش که شما اینو توی یک کلوکاسیون می‌گیرید با چند نفر دیگه توی اینجور خونه‌ها زندگی می‌کنید. این هم یه موردی هستش. این موردی که توی اون بیز یادم رفت براتون توضیح بدم هستش که اون فضای جداگانه که وجود داره توی T1 بیز به این شکل هستش که اون فضای جداگانه پنجره نداره، یعنی واقعا یه انگار که مثلا یه فضا که دارید اون رو از وسط یه طوری نصفش کردن، نیمه، یعنی نصفش کردن و طوری نیمه باز هستش اون فضا. حالا توی عکس ها خیلی بهتر میتونیم در موردشون صحبت بکنیم. سعی میکنید که اگر خونه ای دارید میگیرید مبله بگیریدش، اما اگر مبله نمیگیریدش، مکانهایی که میتونید برید و مبل هاتون رو، یعنی مثلا منظور از مبل تخت هستش، یا مثلا ممکن هستش که شما دلتون تو خونتون یه مبل بخواد که مبلتون اینطوری باز بشه، تخت بشه، میزتون، یا مثلا وسایل های آشپزخونتون، یا مثلا اون کمدی که دارید، و همه اینها رو میتونید یا خودتون تهیه بکنید، یا اینکه از اول یه خونه بگیرید که مبله باشه. پیشنهاد چیه؟ پیشنهاد اینه که سعی بکنید خونه مبله بگیرید، مخصوصا اولا که دارید خونه کرایه میکنید. چرا؟ چون که بعدا برای جابجایی اینها
اینها خیلی دچار مشکل میشید. سعی بکنید وقتی اگر دلتون میخواد آپارتمان غیر مبله بگیرید برای خودتون و خودتون مبلش کنید، دکورش بکنید، سعی بکنید این کار رو وقتی انجام بدید که تقریبا حالت مثلا 70-80% مطمئنید که خب من دیگه توی این خونه میمونم و توی این خونه مثلا حداقل یه سال دو سال اینجا دیگه زندگی میکنم، نه اینکه مثلا یه خونه رو اجاره میکنید مثلا برای 2-3 ماه و مطمئن نیست که هنوز توی این خونه میمونید یا نه و برید این خونه رو غیر مبله بگیرید و بعدش حالا مبلش بکنید و برای این انتقال دادن و جابجا کردن این وسایلاتون باید ماشین بگیرید، کامیون بگیرید و کلی هزینه اون کامیون میشه مثلا برای چند تا تیکه مبلمان باید نزدیک حالا 100-200 یورو بدید برای اینکه بیام و اونا رو از خونتون بردارم و ببرم و این بستگی به شهرتون داره. یعنی دارم توی شهرهای کوچیک این قیمت رو میگم، 100-200 یورو هم مینیمومه، یعنی 150-200 یورو مینیمومه، از اون پایین تر نمیگیرن و به خاطر همین سعی بکنید که آپارتمان مبله بگیرید به نظر من و از اون مبلمانتون خوب استفاده بکنید، یعنی که یه طوری ازش استفاده بکنید که حواستون باشه که وقتی که دارید از اون خونه خارج میشید باید این مبلمان رو خوب مثل روز اولش به شخص برگردونید. این هم در مورد این نوع خونه ها. خب تا به امروز در مورد موضوع زیادی خونه های زیادی توی فرانسه صحبت کردیم، در مورد خونه های کنترل سرویس حرف زدیم، فامیل دکور صحبت کردیم، رزیدنس اتوکیانت صحبت کردیم، ولی هنوز در مورد خوابگاه های دولتی صحبت نکردیم. ببینید خوابگاه های دولتی که خب شامل باز میگم بچه های دوره لیسانس و بچه های دوره کورس زبان نمیشه و توی موارد خیلی خیلی خاص و نادر ممکن استش که شاملشون بشه. حالا در مورد این خوابگاه های دولتی میخوام بگم که چه چیزهایی دارن. خوابگاه دولتی معمولا اتاقهاش یک مقدار کوچکتر هستش از سایز حالا اون کلی هر استودیو یا اتاق توی رزیدانس های اتودیانت مستقل، رزیدانس اتودیانت مستقل اتاقهایی که داره یک مقدار معمولا بزرگتر از، یعنی کوچکترین اتاقشون بزرگتر از کوچکترین اتاق خوابگاه های دولتی هستش، ولی خب قیمت خوابگاه های دولتی خیلی بهتر هستش و مثلا گارانتی که از شما میخوان گارانت 20 سال هستش، همیشه هیچ وقت از شما گارانت پولی نمیخوان. و از طرف دیگه توی اتاق شما یک میز دارید، یک تخت دارید، یک حموم و توالت دارید و آشپزخونتون هم و یخچالتون رو دارید و آشپزخونه‌تون مشترک هستش با بقیه، یعنی اینکه معمولا یعنی ممکن حالا بستگی به اون خوابگاه دولتی هم داره، ممکن هستش که جداگانه باشه یا ممکن هستش که همه یا ممکن هستش که شما خونه‌تون تو اتاقتون مستقل برای خودتون داشته باشید. معمولا به این شکل هستش که برای کسی که تکی زندگی میکنن به شکل اشتراکی هستش، یه اتاق آشپزخونه بزرگ هستش، میتونید اونجا آشپزی بکنید، گاز هستش و ظرفشویی هستش و میتونید ازش استفاده بکنید. فکر میکنم فر هم گاهن دارن ولی مثلا باید خودتون برای خودتون توستر بخرید یا چیزهای دیگه، مثلا اگر قهوه ساز دلتون میخواد برای خودتون باید بخرید یا مثلا قابلمه و وسایلای آشپزخونه رو باید خودتون تهیه بکنید. و یه چیزی هست بهش میگن کیت وسل که این کیت وسل مثلا برای آشپزخونه هستش، اون رو توی رزیدنس اتودیانت معمولا میتونید بگیرید یا مثلا توی رزیدنس اتودیانت شما میتونید مثلا بگید که جار برقی میخواد یا مثلا چه میتونم اتو میخواد، میتونید قرض بگیرید از اونجا، مسئول معمولا اون رو داره، میتونید اونها رو قرض بگیرید مثلا ساعتی و بهشون پس بدید یا مثلا وسایل آشپزخونه رو میتونید بگیرید
معمولا، یا اینکه میتونید مثلا توی، البته خوابگاه های دولتی هم هستش که مثلا دو هفته یه بار یا ماهی یه بار یک نفر میاد و خونتون رو تمیز میکنه، اتاقتون رو تمیز میکنه. توی خوابگاه های مستقل اما توی این رزیدانس اتودیانت های مستقل، شما این رو وقتی که درخواست میدین یک مقدار هزینه اضافه باید براش معمولا پرداخت بکنید، اما توی خوابگاه های دولتی به این شکل نیستش. یعنی یک نفر که میاد ماهی یه بار حالا خونتون رو تمیز میکنه، اون یه بخشی هستش از اون خوابگاه. یه مورد دیگه که توی خوابگاه هستش، توی خوابگاه ها معمولا وقتی که شما وارد خوابگاه میشین خیلی میبینید که یه سری علامت های مثلا حالت خطر نوشتن، یه سری پوستر ها چسبوندن، حالا پوستر های مختلف چسبوندن، مثلا پوستر کار و کار دانشجویی، سایت فلان، ولی یه سری پوستر ها میبینید برای یه حشره ای هستش به اسم پونز دو لی. این حشره در واقع فارسیش میشه ساس، و خیلی توی خوابگاه ها، نه فقط توی خوابگاه های فرانسه، کلا توی خوابگاه ها خیلی یه چیزی هستش که دانشجوها باش برخورد میکنن. نمیدونم حالا به خاطر چی هستش که توی خوابگاه ها خیلی وقتها این دیده میشه، و این مشکل جایی که من بیشتر از همه شنیدمش توی خوابگاه ها یا خیلی وقتا توی هتل ها این اتفاق میفته. احتمالا به خاطر این هستش که خب آدم های مختلف و جاهای مختلف میان و چون در مسافرت میان یا از کشور مختلف میان یا جاهای مختلف میان، خونه های مختلف میان، و طرف میتونه اون رو با خودش بیاره. و وقتی مثلا یه اتاق ساس داشته باشه، اتاق های دیگه هم میتونن داشته باشن. و خب خیلی بچه ها با این مسئله روبرو میشن. مثلا یک تابستونی بود که من با این مشکل خودم مواجه شده بودم، یعنی خودم با همین ساس توی خونم بود، و با این مشکلی که مواجه شدم و شروع کردم در صحبت کردن، دیدم که چقدر بچه ها دوستانی که دارن و توی خوابگاه دارن زندگی میکنن، اونها هم این مشکل رو دارن. و کاری که مثلا وقتی که این مشکل وجود داره باید انجام داد، کاری نیستش که شخص بتونه تنهایی اون رو حل بکنه. در واقع باید شما زنگ بزنید به یک سازمانی، به یه اداره از این جاهایی که میان سمپاشی انجام میدن و غیره، بیان و تمام اون اتاق، تمام اون فضایی که فکر میکنید آلوده هستش رو، همش رو، تخت رو، تمام دیوارها رو، همه جا رو برای شما سمپاشی بکنن. یعنی یه چیزی نیستش که شخص به تنهایی بتونه خودش انجامش بده. گاهن توی خوابگاه های دولتی، یعنی دوستای من که این رو داشتن و این مشکل رو داشتن، کاری که میکردن خودشون انجام میدادن، یعنی نمیومدن براشون سمپاشی انجام بدن یا اقدام خیلی خاصی براشون انجام نمیشد. بعضی از دانشجو هستن که اصلا براشون مثلا این موضوع مهم نیستش، و مثلا براشون مهم نیستش اگه تو دانشون ساز هستش یا نیست. ولی خب موضوعی هستش که خیلی خیلی جالب نیستش که شما یه حشره توی اتاقتون باشه که بیاد و شما رو نیش بزنه هر شب، و بعدی شما خارش های مداوم خواهید داشت و خیلی اذیت کننده میشه. مخصوصا حالا بسته به فصل نداره، ولی مثلا توی تابستون ها چون بچه های مقدار، خب آدم ها یه مقدار لباس های بازتر می پوشن توی تابستون، خیلی راحت می تونید رداشون رو توی حالا دست یا پا یا جاهای مختلفشون ببینید، و می بینید که خیلی این رو دارن و حالا یا اقدام برش انجام نمیدن یا منتظر میمونن تا مثلا هوا گرم و سرد بشه و اینها از بین برن یا هر چیز دیگه ای، و بعضی ها اقدام نمی کنن، بعضی وقتا می بینید خوابگاه کار خاصی انجام نمیده. ولی خب خیلی خیلی پیش میاد، و به خاطر همین زیاد پیش اومدنش هستش که پوسترش رو، آگهیش رو قشنگ توی همون در ورودی خوابگاه که دارید وارد ساختمونتون میشید نوشته که مثلا اگر با همچین موردی مواجه شدید چیکار بکنید، بیاید مثلا به مسئول خوابگاه بگید تا براتون یه اقداماتی انجام بده و غیره. خب این یه موضوعی هستش که من بر اساس تجربه شخصی خودم و بر اساس اینکه حالا در موردش اطلاع کسب کردم براتون توضیح دادم.
توی همه جا ممکن استش که این صدق نکنه، ممکن استش که توی هر شهری، ممکن استش که شما الان یه دانشجویی توی خوابگاه بیاد بگه که من تا حالا همچین چیزی نشنیدم که ساس توی خوابگاه وجود داشته باشه. شاید اون شخص توجه نکرده باشه، وگرنه موضوع ساس یه چیزی هستش که واقعا توی خوابگاه های دانشجویی رایج هستش، خوابگاه های دولتی، حتی توی کشورهای دیگه هم همین شکلی هستش، یعنی فقط و فقط توی فرانسه این شکلی نیست. معمولا توی جاهایی که این شکلی حالت یه آدم ها از جاهای مختلف میان، یا مثلا توی خونه زندگی میکنید که اون خونه یه مقدار ساختمون قدیمی تر هستش، حفره داره چه میدونم، یا اینکه خیلی نزدیک هستش به فضای باز، به مثلا به خاک خیلی نزدیک هستش اتاقتون یا خونتون، و وقتی که همچین جور خونه هایی وجود دارن که من توی ویدیوهای قبلی توضیح دادم که اگر ساختمونتون جدید نیستش، یعنی مثلا برای 5 سال قبلی نیستش، سعی بکنید که اون رو کرایه نکنید، چون همیشه میتونید ساختمون رو نوساخت با یه قیمت مناسب پیدا بکنید، ولی یه مقدار زحمت بیشتر میخواد و به نظر من این زحمت بیشتر رو به خودتون بدید و به یه چه میدونم یه اتاق توی زیر زمین راضی نشید، یا اینکه مثلا به یه خونه ای که حالا کرایش پایین تره ولی ساختمونش خیلی قدیمی هستش راضی نشید. و خیلی از این خوابگاه ها، اصلا خوابگاه های دولتی، ساختموناشون خیلی قدیمی هستن، یه سری نوساختای زیادی هم دارن ولی معمولا اکثرا قدیمی هستن دیگه. و خب خیلی موضوع پیش میاد. این هم موضوعی بودش که من لازم دونستم که در موردش صحبت بکنم و براتون توضیحش بدم. ببینید اینجور مسائل شاید به نظرتون انقدر بزرگ نباشه یا فکر بکنید که مخصوص یه جای خاص هستش، ولی این شکل نیستش. و اگر با بچه ها توی شهرهای مختلف توی فرانسه صحبت بکنید، ببینید که این موضوع ها مثلا همین ساس خیلی رواج داره. و این رو بدونید که اگر توی اون محیط زندگی شما ساس وجود داشته باشه، شما خیلی خسارت ممکن هستش پرداخت بکنید، هم از لحاظ روانی، هم از لحاظ جسمی، هم از لحاظ مالی. به خاطر اینکه اول از همه اینکه مثلا یه راه حلی که برای از بین بردن ساس به شما ارائه میدن این هستش که باید اون لباس هاتون رو، پوشاکتون رو بیاید و توی دمای بالاتر از 40 درجه یا پایین‌تر از 40 درجه بذارید، چون که میگن که توی هوای خیلی، توی دمای خیلی خیلی سرد، توی دمای خیلی خیلی گرم اینها از بین میرن. ولی این کار رو باید مثلا به مدت طولانی بکنید، مثلا میگن که 30 روز باید لباساتون به این شکل باشن، و این یه طوری نیستش که شما با شستن با اینجور چیزا بتونید از شر این حشره خلاص بشید. و خب اینا موضوعایی هستن که شما رو خیلی میتونن اذیت بکنن، وقتتون رو بگیرن، و گفتم خسارت‌های مالی و جسمی، جانی و روانی به شما وارد بکنن. و ممکن هستش که به خوابگاهی بر بخورید یا جایی بر بخورید که این مشکل رو براتون اون شکلی که باید حل نکنن، یعنی که میدونید مثلا انقدر عادت دارن به این موضوع که میگن که شاید میگن که مثلا خب این هم میگذره، یه چند مدت اینطوری سر بکن یا این کارها رو انجام بده. چون میگم من وقتی که تجربه خودم رو میمدم و به اطرافیانم میگفتم، میدیدم که تعداد آدمایی که با این مشکل دارن دست و پنجه نرم میکنن کم نیستش، و واقعا از شرش خلاص شدن سخته. و اگر شما بخواید تنهایی به تنهایی یک کاری انجام بدید، خب کلی باید هزینه انجام بدید و در نهایت هم هیچ کاری نمیتونید انجام بدید، به خاطر اینکه واقعا باید یک آدم حرفه‌ای، یک نفر که کارش هستش، با لباس‌های مخصوص، با تجهیزات مخصوص بیاد و اون خونه رو یا اونجا رو، اون مکان رو سمپاشی بکنن، و چند روز یا شاید بعضی وقتا چند هفته شما نتونید از اونجا استفاده بکنید. به خاطر همین حواستون به این مسئله باشه. حتی این موضوع ساز فقط مثلا محدود به چیزم نمیشه، محدود به خوابگاه دولتی هم نمیشه. مثلا توی کلوکاسیون ها ممکن استش اتفاق بیفته، حتی تو رزیدانس استودیانت ها هم ممکن استش که اتفاق بیفته. اما طریقه برخورد اون صاحب خونه، اون شخص با اون مسئله مهم هستش. مثلا اگر صاحب خونه شما
برای شما هیچ اقدامی انجام نده، خب 100% شما خیلی اذیت میشید. پس بعد موقع انتخاب کردن یک مسکن، علاوه بر این که به اون خونه توجه میکنید، به میزان مسئولیت پذیری اون صاحب خونتون هم توجه بکنید که اون چه کارهایی برای شما انجام خواهد داد و چه مسئولیت هایی رو قرار هستش قبول بکنه. و یه موردی که میخوام بهتون بگم هستش که وقتی که رفت برای ویزیت نباید بگید مستقیما که آیا این خونه ساس هستش یا نیستش، چون ممکن هستش که شما فرد رو نسبت به این موضوع بیاید و حساس بکنید و شخص فکر بکنه که خب شاید شما یه همچین مشکلی دارید که دارید یه همچین چیزی رو میگید. و اگر یک روزی بر حالا یه اتفاقی همچین موردی پیش بیاد توی خونه شما، یاد و کل اون اشتباه رو، کل اون موضوع رو بندازه گردن شما، در حالی که اصلا ساس به ربطی به تمیزی یا کثیفی یک فرد نداره. واقعا یه چیزیه که منتقل میشه از یک فرد به یک فرد دیگه و معمولا بستگی به شرایط داره. مثلا اون جاهایی که خیلی تاریک هستش یا اون جاهایی که این فضاهای خیلی ریزی هستش، اینجور جاها میرن و پنهان میشن و اونجاها میتونن زندگی بکنن راحت در، مثلا گوشه های تخت، زیر تخت و اینجور جاها. و واقعا ربطی به شما نداره، ولی ممکن استش که یه همچین اتفاقی بیفته. و به خاطر همین اگر خواستید این موضوع رو با صاحبخونتون مطرح بکنید، به نظرم بهترین شکلی که میتونید در موردش صحبت بکنید به این شکل هستش که به اون شخص بگید که من خیلی در مورد ساس شنیدم که مثلا توی خوابگاه های دانشجویی، توی خوابگاه های دولتی خیلی خیلی وجود داره. شما مثلا نظرتون در مورد این قضیه چیه؟ یا مثلا فکر میکنید که آیا هرگز اینجا بتونه مثلا یه فضای خوبی باشه برای اینکه ساس بیاد و غیره؟ و اگر یه همچین مشکلی پیش بیاد توی این ساختمون، آیا شما براش اقداماتی انجام میدید یا خیر؟ یعنی خیلی از عقب به قضیه نگاه بکنید، نه به شخص مستقیما نگید که اینجا ساس داره یا نه، یا و از یه طرف دیگه در مورد این موضوع صحبت بکنید. اینم از ویدیوی امروز. توی ویدیوهای بعدی باز هم بیشتر در مورد مسکن ها با هم دیگه صحبت خواهیم کرد.